قسمت 12. جشن به پایان رسید، در حالی که خانواده شهاب رضایت چندانی از رفتار پریوش نداشتند. اقوام نزدیک عروس و داماد برای صرف شام در منزل منصور مهمان بودند. پریوش در اتاقش با ستاره خلوت کرده بود و هیچ علاقه‌ای به همراهی با شهاب نشون نمی‌داد. منصور و پریچهر آشفته و در فکر بودند، اما مسعود و پریمهر سعی می‌کردن این وضع رو تحمل کنن و از میهمانان پذیرایی می‌کردن. جوان‌ها می‌رقصیدن و بزرگترها گفتگو می‌کردن، اما عروس و داماد حال خوشی نداشتن. شهاب مبهوت بود و دلیل برای توجیه رفتار پریوش نیز در دنیای آشفته و نابسامان خودش سیر می‌کرد. آخر شب قبل از خانواده مسعود، خانواده شهاب آخرین کسانی بودند که منزل منصور رو ترک کردند و البته دلگیر به نظر می رسیدن. شهلا رو به شهاب که قصد برخواستن نداشت کرد و گفت: مگه تو نمی آی؟ شهاب سر تکون داد و گفت: الان میام. و بعد برخاست و به اتاق پریوش رفت. کنارش روی لبه تخت نشست و پرسید: حالت خوبه پریوش؟ اون به علامت تصدیق سر تکون داد و شهاب دوباره پرسید: میخوای بمونم اینجا؟ پریوش گفت: نه حالم خوبه. شهاب گفت: مطمئنی که لازم نیست؟ پریوش گفت: آره خستم، میخوام بخوابم. شهاب سر تکون داد و گفت: باشه، نمیخوای با خانوادم خداحافظی کنی؟ پریوش از جا برخاست و همراه اون به طبقه پایین اومد. مادر و خواهرهای شهاب با دیدن اون به سمتش اومدن و صورتش رو بوسیدن. پریوش به طور مختصر از اونها تشکر کرد و شب بخیر گفت. وقتی اونها رفتن، دختر نفس آسوده‌ای کشید و روی مبل نشست و زار زار گریست. حاضرین انتظار چنین عکس‌العملی رو داشتن. پیمان در کنارش نشست و پرسید: پریوش، چرا داری خودتو اذیت میکنی؟ پریوش هیچ نگفت و باز هم گریه کرد. پیمان به دیگران نگاه کرد و با ناامیدی سر تکون داد. پریماه به سوی خواهر اومد، دستشو گرفت و گفت: خسته ای پریوش، پاشو بریم لباساتو عوض کن و بخواب. و به همراه مینا اون رو به طبقه بالا بردن. دیگران با تأسف با هم دیگه نگاه کردن. پریچهر در حالی که اشک میریخت گفت: به من میگفت راضیه، میگفت قبول کرده که نباید منتظر سیاوش بمونه، میگفت میخواد یه زندگی جدید رو شروع کنه، اما نمیدونم چرا امروز دوباره به حق حق افتاده بود. بی نهایت نگران آینده دخترش بود. مسعود گفت: فرصت میخواد، یه مدت دیگه آروم میگیره، الان تحت فشار قرار گرفته، هم میخواد به فکر آیندهش باشه، هم یاد گذشته اذیتش میکنه، یه مدت دیگه میفهمه کار درستی انجام داده و آروم میگیره. سیاوش روی تخت دراز کشیده بود و صورتش خیس از اشک بود که در اتاقش باز شد و پریمهر رو در پی اون مسعود وارد اتاق شدن. برای لحظاتی به هر دوی اونها خیره شد و بعد برخاست و روی لبه تخت نشست. مسعود روی صندلی کنار تخت و پریمهر کنار اون روی لبه تخت نشستن. مدتی به سکوت گذشت. سیاوش هرچه سعی کرد نتونست از ریزش اشکاش جلوگیری کنه. مسعود و پریمهر هم توان حرف زدن نداشتن. می دونستن پسرشون چه حالی داره و شرایط موجود رو کاملا درک می کردن. بالاخره خودش سکوت رو شکست و پرسید: تموم شد؟ پریمهر که آروم و بی صدا عشق می ریخت سری تکون داد و گفت: آره. سیاوش با حسرت عمیق پرسید: خوشگل شده بود؟ خیلی دردناک این سوال رو مطرح کرد. حتی مسعود هم به گریه افتاد. پریمهر پسرش رو در آغوش گرفت و گفت: خیلی، مثل فرشته ها. سیاوش سر روی شونه اون گذاشت و با دلی سوخته پرسید: پس چرا من نمی میرم؟ دیگه خسته شدم، به زانو در اومدم، دیگه حالم از این دنیا به هم میخوره. من چه گناهی مرتکب شدم که خدا اینطوری زجرم میده؟ پریمهر اون رو سخت در آغوش فشرد و همراهش زار زد. سیاوش گفت:
حرفی نزد. مسعود گفت سراغتو میگرفت، منتظرت بود سیاوش. سیاوش گفت اگه اونجا بودم همه چیزو به هم میزدم، طاقتشو نداشتم، نمیخواستم با چشم خودم رفتنشو ببینم. من دیگه اونو از دست دادم، چرا باید میومدم و ناراحتش میکردم؟ نمیدونست که پریوش امشب چقدر بیقراری کرده. نمیدونست که همین امروز به خودش اومده و باز هم همون دختر عاشق سیاوشه. تنها سیاوش نمیدونست که پریوش حتی ذره ای شهاب رو نمیخواد. نمیدونست که حتی اون امشب به همون اندازه که خودش اشک ریخته گریه کرده. مسعود پرسید دوست داری چند روز بری مسافرت؟ پیشنهاد خوبی بود، اما اون پرسید پس دانشگاه چی؟ کارم. مسعود گفت یه هفته مرخصی میگیریم، هم من هم تو. دوست داری بریم شمال؟ شمال؟ اون هم در سردترین ماه زمستون با این برف و سرما؟ احمقانه به نظر میرسید، اما سیاوش رو خوشحال کرد. سر تکون داد و گفت خوبه، دوست دارم. بعد به پریمهر نگاه کرد و پرسید سینا چی؟ پریمهر گفت میذاریمش پیش ستاره و کامیار، اون دیگه بچه نیست، 10 سالشه، شرایط تو رو خیلی خوب درک میکنه. سیاوش باز هم اندوهناک شد. همه شرایط اون رو میفهمیدن و در عین حال نمیفهمیدن. شرایطش رو درک میکردن اما سوز دلش رو احساس نمیکردن. چقدر ضعیف شده بود، چقدر رنجور. انگار در این مواقع بیماری هم فشار بیشتری بر اون وارد میکرد. هنوز با تمام وجود بلکه خیلی بیشتر پریوش رو میخواست. سر بلند کرد و گفت میخوام پریوش رو ببینم، یه ماهی که ندیدمش، عجب دل سنگی دارم من. پریمهر پرسید دوست داری دعوتشون کنم با شهاب؟ سیاوش مثل دیوونه ها فریاد کشید و گفت نه نه، و بعد دستش رو جلوی دهنش گذاشت و نگاه ملتمسش رو به پریمهر دوخت. اشکای لعنتی اون خیال تموم شدن نداشتن. پریمهر از حرفی که زده بود پشیمون شد. چطور تونسته بود نام شهاب رو به زبون بیاره در حالی که پسرش این حال نابسامان رو داشت؟ از حماقت خودش عصبانی شد و زیر لب گفت لعنت به من. سیاوش که حرف مادر رو شنیده بود با لحن آروم می گفت میرم میبینمش، بدون اینکه خودش چیزی بفهمه. بعد ستایی با هم میریم شمال. بعد لبخند کودکانهی به لب آورد و زمزمه کرد و گفت مثل بچه ها شدم. حالا اون همسر مرد دیگری بود و سیاوش در جشنش حاضر نشده بود. جشن یا نه، عزا. این اندیشه که سیاوش از اون متنفره قلبش رو به درد می آورد. تلاش برای آروم موندن بیفایده بود و بلند بلند شروع به گریستن کرد. ستاره خیزی به سویش برداشت و در سکوت و خلوت شب اون رو در آغوش کشید. حرفی نزد و تنها همراهش اشک ریخت. احتیاجی به حرف زدن نبود. میدونست پریوش به چی فکر میکنه و باز هم میدونست که کسی قادر به آروم کردنش نیست. پریوش سخت به اون چسبیده بود و میلرزید. ستاره گفت پریوش. پریوش سرش رو به سینه اون فشرد و ستاره گفت به سیاوش فکر میکنی؟ گریه یه هر دو شدت گرفت. عجب سوال احمقانه ای. پریوش گفت دارم سعی میکنم بهش فکر نکنم و فراموشش کنم، اما نمیشه، نمیشه ستاره. ستاره گفت شهابو دوست نداری؟ پریوش گفت نمیدونم، سعی میکنم همه حواسم رو متمرکز کنم و فقط شهابو ببینم، اما دارم دیوونه میشم، باهاش غریبم، حرفاشو درک نمیکنم، اون هیچ وقت منو نمیفهمه، هیچ کس به اندازه سیاوش منو نمیشناخت، حتی مامانم. هر وقت که درمونده میشدم و به دادم میرسید حمایتم میکرد، حرفامو گوش میکرد، همیشه یه راه حلی درست توی ذهنش داشت، منو میفهمید، روحمو میشناخت. من بدون سیاوش باید چی کار کنم؟ ستاره گفت یه مدت صبر کن، شاید بتونی باهاش یه رابطه خوب برقرار کنی.
پریوش گفت میترسم که نتونم. ستاره گفت باید همه سعیتو بکنی پریوش، اون حالا دیگه شوهرته. پریوش گفت اصلا دوست ندارم ببینمش، اعصابم تحریک میشه. ستاره گفت پریوش بیا تقدیر رو قبول کن، زندگی کن، سعی کن زندگی کنی. پریوش گفت پس سیاوشی نمیتونم فراموشش کنم. ستاره گفت اگه بخوای میشه، یعنی چاره جزئی نداری، نباید از همین حالا کاری بکنی که شهاب اعتمادش رو نسبت به تو از دست بده. باید از حالا پایه‌های زندگیتو محکم کنی. میفهمی چی میگم؟ پریوش هیچی نگفت. درک حرفای ستاره براش مشکل بود. اون با شهاب بیگانه بود و هیچ احساسی نسبت به اون نداشت. چطور میتونست با مردی که نمیخواد زندگی کنه و برای استحکام این زندگی سعی کنه؟ نگاهش رو از پنجره به بیرون دوخت. باز هم برف شروع به باریدن کرده بود. آروم و زیبا میبارید. برف هم اون رو به یاد سیاوش مینداخت. در دوران کودکی یک روز سیاوش براش آدم برفی بزرگی درست کرده و اون رو سخت هیجان زده و شادمان کرده بود. یاد گذشته مرتب به دلش چنگ مینداخت. یاد سیاوش، حرفهاش، کارهای عجیب و غریبش، شیطنت‌های پسرونش، حتی فریادها و عصبانیتهاش. چقدر از اون روزها فاصله گرفته بود. یک ماه میشد که اون رو ندیده بود، اما انگار سالها میگذشت که از اون فاصله گرفته بود. دستش رو روی قلبش گذاشت و احساس کرد قلبش هنوز هم تنها به خاطر اون میتپه. ستاره در سکوت به اون نگاه میکرد. صحبت کردن با اون بیفایده بود. اصلاً اون در حال خودش نبود که بتونه حرف کسی رو درک کنه. اون چیزی رو میفهمید که به اون فکر میکرد. دست از تلاش برداشت و اون رو به حال خودش رها کرد. به این امید که گذر زمان اون رو در حل مشکلش یاری کنه. ساعت از 10 صبح گذشته بود و پریوش هنوز در رخت خواب بود که چند ضربه به در خورد و سپس شهاب وارد اتاق شد. با دیدن پریوش لبخند زد و همونطور که به سویش میرفت پرسید هنوز تو رخت خوابی؟ پریوش هیچی نگفت. شهاب روی لبه تخت نشست و با نگاهی عاشقانه به اون سلام کرد. پریوش سری تکون داد و جواب سلامش رو داد. از حضور اون در اتاقش رنج می برد. دلش می خواست می تونه از اون فرار کنه. اما چجوری و به چه بهونه ای؟ شهاب پرسید حالت بهتره؟ پریوش گفت خوبم. شهاب گفت پس چرا تو رخت خوابی؟ پریوش گفت یه خورده کسالم. شهاب گفت تو خیلی سردی پریوش، منو دوست نداری؟ پریوش نگاه سردش رو از اون گرفت و گفت راحتم بذار. شهاب گفت سیاوش کیه؟ از شب قبل راجع به این موضوع کنجکاو بود، باید این سوال رو میپرسید. پریوش دوباره به اون نگاه کرد و با تعجب پرسید سیاوش؟ شهاب گفت آره. پریوش گفت چطور مگه؟ شهاب گفت خب تو جشنمون شرکت نکرده بود ولی برات هدیه فرستاده بود، تو از عمود سراغشو گرفتی. پریوش گفت پسر عمو مسعوده. شهاب گفت پس چرا دیشب توی جشن شرکت نکرده بود؟ پریوش با صدای بلند گفت برای اینکه مریضه. شهاب با کنجکاوی بیشتری پرسید مریضه؟ پریوش گفت آره سرطان خون داره، تارک دنیا شده، داره میمیره. این توضیحات کافیه؟ شهاب گفت تو دوستش داشتی؟ پریوش روی از اون برگردوند و گفت برو راحتم بذار لعنتی. شهاب گفت من که حرف بدی نزدم، فقط ازت سوال کردم. پریوش با صدای بلندتری گفت برو تنهام بذار، حوصله‌تو ندارم. شهاب از جا بلند شد و گفت بسیار خوب، هر وقت که حوصله داشتی خبرم کن. اینم بدون با رفتاری که تو پیش گرفتی ما به جایی نمیرسیم. و اتاق رو ترک کرد. وقتی به طبقه پایین اومد پریچهر پرسید داری میری شهاب جان؟ شهاب ناراحت گفت مادر من نمیدونم اون چشه،
ساکت و آرومه، اصلا به وجود من اهمیت نمیده. من دوستش دارم، اما اون. و بعد سرش رو به زیر انداخت. پریچهر گفت: حق با تو عزیزم، اما خواهش میکنم یه مدت اونو با حال خودش رها کن. اون از جای دیگه ای دل خوره، یه مدت تحملش کن. شهاب به علامت اطاعت سر تکون داد و گفت: چشم مادر جان، با اجازتون من مرخص میشم. پریچهر گفت: نهار نمیمونی پیش ما؟ شهاب گفت: نه، با این اوضاع موندن من صلاح نیست. پریچهر گفت: به خانواده سلام برسون. شهاب گفت: بزرگیتونو میرسونم. پس از رفتن اون، پریچهر به اتاق پریوش رفت. اون رو از رخت خواب بیرون اومده و در کنار پنجره منتظر برف باغ رو تماشا میکرد. با دیدن پریچهر لبخند زد و سلام کرد. اون با دلخوری پاسخش رو داد و پرسید: به شهاب چی گفتی؟ پریوش گفت: هیچی. پریچهر گفت: پس چرا رفت؟ چرا ناراحتش کردی؟ پریوش پشتش رو به اون کرد و گفت: راحت هم بذار مامان، حوصله‌ش رو ندارم. پریچهر گفت: این چه حرفیه دختر، اون شوهرته، باید یک عمر باهاش زندگی کنی. با شنیدن این جمله بار دیگه دوچار اون احساس تلخ شد. چطور باید با مردی که نمیخواستی یک عمر زندگی کنه؟ اشک در چشمانش حلقه زد و قلبش به تپشی سخت افتاد. پریچهر جلوتر اومد و با ملایمی گفت: گناه داره پریوش، چرا اذیتش میکنی؟ اون دوستت داره. پریوش به سوی مادر برگشت و گفت: اما من دوستش ندارم. پریچهر گفت: تو دیوونه ای پریوش. پریوش گفت: نیستم، اما نمیتونم با اون زندگی کنم. حتم دارم که نمیتونم تحملش کنم. پریچهر گفت: این حرفا رو باید الان به من بگی؟ چرا اون روزی که به خواستگاری شباب مثبت دادی فکر اینجاهاشو نکردی؟ چرا اون موقع دوستش داشتی اما حالا؟ پریوش که صورتش خیس از اشک شده بود بعد درماندگی گفت: اون روزم دوستش نداشتم، اما فکر میکردم که اگه بخوام میتونم دوستش داشته باشم. فکر میکردم فراموش کردن سیاوش خیلی راحت، اگه بخوام میتونم سایه‌اش رو از زندگیم بزنم کنار، ولی نتونستم. به خدا سعیمو کردم اما نشد. پریچهر گفت: بازم سعی کن، مرور زمان هر مشکلی را حل میکنه. پریوش گفت: میدونم که فایده ای نداره. پریچهر گفت: یعنی میخوای کنار بکشی پریوش؟ این جمله رو با وحشت ادا کرد. پریوش سر به زیر انداخت و گفت: نمیدونم. پریچهر یک صندلی از پشت میز بیرون کشید و روی اون نشست و با ملایمت گفت: ببین عزیزم، تو باید عاقل باشی. سیاوش با تو ازدواج نمیکنه. این یه حقیقته و باید بپذیریش. نباید به خاطر یه آرزو و رویای ناممکن آینده و زندگی تو به بازی بگیری. یه مدت به این وضع ادامه بده. سعی کن بسازی. سعی کن خودتو با شرایط فعلی تطبیق بدی. سعی نکن از واقعیت فرار کنی. شهاب پسر خوبیه، پس منطقی باش و با خودت لج نکن. سیاوش با تو ازدواج نمی کنه و تو هم همیشه جوون نمی مونی. من و منصورم که نمیتونیم تا آخر عمر کنار تو باشیم. تو به یه تکیه گاه احتیاج داری. شهاب مردی که میتونی بهش تکیه کنی. تو رو خدا عاقل باش پریوش. و بعد دستاشو به دست گرفت و پرسید: به من قول میدی که همه سعی تو بکنی؟ قول میدی که کوتاهی نکنی؟ پریوش گفت: قول میدم. پریچهر گفت: خوبه. پریوش سر به زیر انداخت و دیگه هیچی نگفت. روز بعد سیاوش به دیدن پریوش رفت. وقتی اون برای رفتن به دانشکده از خونه خارج شد، سیاوش پشت درخت ها پنهان شده بود. پریوش آروم آروم به اون نزدیک می شد، اما سیاوش شروع شوق دختری رو که 2 روز پیش حلقه نامزدی رو به دست کرده بود در چهرش نمی خوند. انگار در عرض 1 ماه گذشته نحیفتر و محسونتر شده بود. شاید هم اتفاقات این مدت اون رو خسته کرده و مجالی برای استراحت و تجدید قوا نیافته بود. به هر حال خوشحال بود که اون رو میبینه.
پریوش به سوی خیابون پیچید و از اون دور شد و سیاوش که همونجا ایستاده بود دور شدنش رو نظاره میکرد. حالا دیگه کمی احساس آرامش میکرد و دلتنگی عمیقش با دیدن اون برطرف شده بود. بعد از ظهر همون روز اون به اتفاق پریمهر و مسعود راهی شمال شدن و سینا رو به ستاره و کامیار سپردن. اگرچه جاده ها برفی و مسافرت در اون آب و هوا مشکل بود، اما وقتی به مقصد رسیدن خستگیشون از تنشون به در شد. این استراحت چند روزه به دور از هیاهوی تهران برای هر سه اونها به خصوص سیاوش خیلی مفید بود. تنهایی بهتر میتونست به خودش و پریوش فکر کنه. پس حالا پس از گذشت چند روز از این قضیه که اون هم آرومتر شده بود، خوشحال بود که احساسش مانع خوشبختی پریوش نشده و اون راه درست رو انتخاب کرده. وقتی به تهران برمیگشتن، اون از هر نظر آماده بود تا بار دیگه کار و تحصیلش رو از سر بگیره. حالا دیگه از بابت پریوش خیالش آسوده بود و دیگه دغدغه‌ای برای اون نداشت و همین امر موجب میشد که احساس کنه بار بزرگی رو از روی دوشش برداشته و آزاد شده. عید اون سال مصادف بود با تولد آیدا، دختر ستاره و کامیار. مسعود و پریمهر که صاحب اولین نوشون شده بودن سر از پا نمیشناختن و اشتیاقشون حتی از ستاره و کامیار هم بیشتر بود. برای مراقبت بیشتر از مادر و کودک، ستاره و کامیار مدتی به منزل مسعود نقل مکان کرده بودن و سیاوش که عاشق دختر بچه ها بود از سر صبح تا آخر شب کنار دخترک می نشست. با اون بازی می کرد یا به تماشای خواب کودکانش می نشست. خوشحال بود که تولد آیدا کوچولو مصادف با تعطیلات عید شده که نه از کار خبریه نه از کلاس‌های دانشکده. بنابراین تمام وقتش رو صرف اون می‌کرد. دخترک در آغوش اون آروم‌تر از زمانی بود که در آغوش ستاره و کامیار قرار می‌گرفت و انگار عشق بی‌نهایت اون رو از چشماش می‌خوند. این روزها خونه مسعود پر رفت و آمد بود. هم به دلیل دید و بازدید عید و هم به خاطر تولد آیدا کوچولو. اون بعد از ظهر هم مثل چند روز گذشته مهمان داشتن. بهرام و نسرین، حمید و بهناز، همچنین اشکان و پرستو در اونجا بودن که دو مهمان دیگه هم به جمعشون اضافه شد. پریوش و شهاب برای سومین بار در عرض این چند روز به اونجا اومدن. بار اول به خاطر تبریک عید به اونجا اومده بودن. بار دوم نیز در همون روز آیدا به دنیا اومده بود. با اشتیاقی که پریوش برای دیدن دختر ستاره داشت به منزل مسعود اومده بود. اما در هر دو بار گذشته سیاوشو ندیدن. اون در هر دو بار بیرون از منزل بود و اینک با تمایل بیشتری از جانب شهاب برای سومین بار به منزل مسعود می اومدن. می گفت که شیفته ی آیدا شده و می خواد یک بار دیگه دختر رو ببینه. اما این تنها بهانه بیش نبود چون مایل بود سیاوش رو ببینه. هنوز خاطره جشن نامزدی رو فراموش نکرده بود و کنجکاو بود که در مورد اون بیشتر بدونه. همه در سالن پذیرایی جمع بودن و حتی ستاره نیز از رخت خواب برخواسته و در کنار اونها نشسته بود. سینا برای گشودن در از سالن خارج شد و دقایقی بعد همراه پریوش و شهاب به اونجا بازگشت. سایرین به احترام میهمانان جدید از جا بلند شدند و میزبانان آن دو خوش آمد گفتند. سیاوش دست شهاب رو به گرمی فشرد. اگرچه در قلبش سوزشی شدید احساس میکرد. شهاب گفت: خیلی مایل بودم که شما رو ببینم. توی جشنمون حضور نداشتین. سیاوش لبخند زد و گفت: من کم سعادت بودم آقا شهاب، وگرنه آرزوی قلبیم بود که شاهد خوشبختی پریوش باشم. و بعد رو به پریوش کرد و با لبخند پرمهری که بر لب داشت گفت: خوش اومدی پریوش، امیدوارم سال خوبی داشته باشی. اما پریوش قادر به حرف زدن نبود. بغض داشت خفش میکرد، از اون خجالت میکشید. بار دیگه خاطرات گذشته به مغزش هجوم آوردن و زخم کهنش سر باز کرد. به یاد عهد و پیمانهاشون افتاد. خودش رو بی وفاترین عاشق دنیا می دید. سیاوش نگاهی طولانی به اون کرد و پرسید: حالت خوبه؟
پریوش با تقلای زیاد گفت: خوبم. امیدوارم تو هم سال خوبی داشته باشی. سیاوش سر تکون داد و گفت: متشکرم.